ایران کشوری پهناور که اغلب آن را مهد تمدن می نامند. از خلیج فارس تا دریای خزر، از رشته کوههای پوشیده از برف تا بیابانهای خشک، کشوری است حاصلخیز با 87 میلیون جمعیت. کشوری با سنت‌ها و فرهنگ‌های متفاوت. ایران برای بسیاری از خارجی‌ها محل اسطوره‌هاست. این کشور فرهنگ چند هزار ساله را در خود جای داده است که در آن سبک‌های زندگی، سنت‌ها و مذاهب همزیستی دارند. رشته کوه‌ها، فلات‌های کویری، دشت‌ها و دره‌های شرق، مناظری که واقعاً شگفت‌انگیز است. کوه‌های وحشی و دست نخورده یک سوم خاک این کشور را تشکیل می‌دهد. در نزدیکی مرز ترکمنستان و افغانستان، مشهد پایتخت معنوی کشور وجود دارد. یک مقصد زیارتی معروف برای شیعیان. به لطف ورود صنعتگران، زائران و شیعیان افغان، مشهد به دومین شهر بزرگ ایران و یکی از ثروتمندترین شهرها تبدیل شده است. مجموعه حرم یک شهر واقعی در داخل مشهد است که یکی از بزرگترین مساجد جهان را در خود جای داده است. حرم امام رضا محل دفن علی ابن موسی رضا امام هشتم شیعیان است. این مکان نزد شیعیان به عنوان مکانی مقدس گرامی داشته می شود که سالانه حدود 20 تا 30 میلیون نفر از آن بازدید می کنند. بسیاری از ساختمان‌های این حرم از دوره صفویان به ویژه روزگار شاه طهماسب یکم به جا مانده است. از مراکز وابسته به حرم میتوان به استان قدس رضوی اشاره کرد که مدیریت و اداره حرم را بر عهده دارد. در ایام مبارک تا 2000 داوطلب برای اطلاع رسانی و راهنمایی بازدید کنندگان دعوت می شوند. درب این حرم بر روی همه اقلیت ها و مذاهب باز است. کاتولیک، مسلمان، مسیحی، سنی و شیعه همه ادیان در اینجا استقبال می شوند. اینجا بیش از یک مکان عبادت، مکان مهمان نوازی، اشتراک و بالاتر از همه همبستگی است.
کوه دماوند در مرکز رشته کوه البرز در جنوب دریای مازندران است. این کوه نماد عظمت و شکوه است، طوری که در افسانه های پارسی از این کوه یاد شده است. قله دماوند مرتفع ترین قله آتش فشانی در خاورمیانه است که 7000 سال می شود خاموش است و اعتقاد بر این است که قدرت جادویی دارد. در طول قرنها شاعران و نویسندگان کوه دماوند را نماد مقاومت در برابر حکومت‌های بیگانه قرار دادند. قله آن اغلب کوه مقدس نامیده می شود و به اندازه ای بلند است که حتی در تابستان پوشیده از برف است. پارک ملی لارا در پای کوه قرار دارد. این مکان یکی از غنی ترین زیستگاه های طبیعی در میان ذخایر طبیعی ایران است. دامنه های کوه دماوند زیستگاه گیاهان گلدار بیشماری است. معروف ترین عسل ایرانی در اینجا تولید می شود. به دلیل آب و هوای متنوع و گونه های گلدار فراوان، ایران سومین تولید کننده عسل در جهان است. زنبورداری در این منطقه حتی در طلوع اسلام رونق داشت. عسل به عنوان منبع شفا در قرآن توصیف شده است. زنبورهای عسل مخلوقات خداوند هستند. بدون آنها برای گرد افشانی گیاهان دنیای طبیعی ظرف 4 سال ناپدید می شود. وجود انسانها به آن بستگی دارد. کوه دماوند و پارک ملی در فاصله کمی با تهران قرار دارد. آب و هوای این شهر تحت تأثیر موقعیت جغرافیایی آن در تقاطع بین کوه و کویر قرار دارد. در شمال شهر هوا خنک و مرطوب است و در جنوب باد گرم و خشک از کویر می‌وزد. موقعیت جغرافیایی تهران و دوری آن از همه مرزها به حفظ آن در برابر تهاجم بیگانگان کمک کرده و باعث شکوفایی آن شده است. این شهر در سال 1786 به پایتخت تبدیل شد. از آن زمان این شهر با سرعتی خیره کننده رشد و صنعتی شد. امروز این کلان شهر خانه 15 میلیون نفر است. این شهر قلب اقتصادی و سیاسی کشور است. همچنین این شهر دارای مکانهای دیدنی بسیاری است که برج آزادی یکی از آنهاست. پل طبیعت یکی دیگر از نمادهای باد تازه است که در تهران می‌وزد. این پل عابر پیاده دو پارک جنگلی ابراهیم و طالقانی را به هم متصل می‌کند. پل طبیعت به عنوان امتداد دو پارک عمل می‌کند و توانسته منظره ای زیبا با طراحی جسورانه خود به وجود بیاورد. این بنا توانسته بسیاری از مردم را در اوقات فراغت به سوی خود بکشاند. چیزی که ممکن است تعجب آور باشد، پل طبیعت توسط یک زن جوان طراحی شده است.
کوههای البرز یک سنگر طبیعی است، اما برای دفع حمله مغلها کافی نبود. در سال 1220 شهر اردبیل با خاک یکسان شد. اما 300 سال بعد اردبیل به سنگر تصوف شکل عرفانی اسلام تبدیل شد. یکی از زیباترین خانقاه‌های صوفیان ایران توسط شیخ صفی الدین بنیانگذار سلسله صفوی ساخته شده است. این شیخ رهبر معنوی فقرا و قدرتمندان بود. او درآمد سرشار و روزافزون خود را برای دستگیری نیازمندان و صوفیان مصرف می کرد. آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی یکی از مکانهای تاریخی و باستانی شهر اردبیل است. دیدنی ترین اتاق این مجموعه خانه چینی است. در اینجا صدها تاقچه برای نمایش مجموعه های چینی سلطنتی، هدایایی که توسط امپراتوران چینی ارسال شده بود طراحی شده بودند. بیشتر این مجموعه پس از حمله روسیه به ایران در سال 1828 به موزه دولتی آرمیتاژ در سن پترزبورگ منتقل شد. تبریز سومین کلان شهر بزرگ ایران، شهری که مردم را از دور و نزدیک به سوی خود جذب می کند. تبریز در مکانی قرار گرفته که آن را به یک مرکز تجاری و شهری چند فرهنگی تبدیل کرده است. بازار اینجا یکی از قدیمی ترین، بزرگترین و زیباترین بازارهای جهان است. این مجموعه که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد، چندین مسجد قدیمی را در خود جای داده است. در این بازار تعدادی کاروانسرا، مسجد و مدرسه با نمادهای آجری و گنبدهای زیبا ساخته شده است. مکانی که مسافران و بازرگانان در آن توقف می کردند و شب را می ماندند. بازار تبریز در زمان جاده ابریشم از اهمیت تجاری بالایی برخوردار بود. علی یکی از آشپزهای رستوران این شهر است. این تنوع آشپزی و فرهنگی هسته اصلی هویت شهر است. امروز تبریز یک مرکز تجاری است که به گرد هم آوری جوامع مختلف کمک می کند و این مبادله به ایران کمک کرده است تا ایران به وصله قومی و زبانی امروزی تبدیل شود. مغازه‌داران اینجا ترکی صحبت می کنند. در تبریز همه به هم کمک می کنند. شما هیچ گدایی را در اینجا نخواهید دید. ایران کشوری بزرگ با زبانها و ملیتهای مختلف است.
که همه به خوبی در کنار هم زندگی می کنند. در خارج از تبریز، جاده ابریشم باستانی که مردم و فرهنگ ها را به هم پیوند می داد، در امتداد کوه ها قرار دارد. در جنوب غربی این کوه ها پناهگاهی غیرعادی برای افرادی بود که حدود 700 سال پیش از ارتش مغول گریختند. آنها برای پنهان شدن به غارها رفتند. در طول نسلها تمام روستای کندوان را در صخره‌های آتشفشانی در دامنه آتشفشان سهند حک کردند. این خانه‌ها در حال حاضر به نام کرانی شناخته می‌شوند که در گویش محلی ترکی به معنای کندوی زنبور عسل است. با گذشت سالها روستاییان خانه‌های خود را گسترش دادند. امروز بیشتر آنها بین 2 تا 4 طبقه هستند و شامل فضاهای بزرگ نشیمند، انباری و پناهگاهی برای حیوانات. در انتهای شمال غربی کشور، کلیسای تادئوس در یک فلات در ارتفاع 2000 متری ایجاد شده است. قدمت این کلیسا به قرن 13 می رسد. اما طبق سنت ارمنی، تادئوس برای اولین بار در حدود سال 66 در اینجا کلیسا ساخت و ارامنه ای که از نسل کشی ترکیه به ایران گریخته بودند به اینجا پناه بردند. امروز صومعه ارتدوکس یک همسایه جدید دارد، یک روستای سنی مسلمان، نمادی دیگر از همزیستی مسالمت آمیز جوامع مذهبی در ایران. جوان مسلمانی از روستا به صومعه مراجعه می کند. این جوان در سازمان میراث فرهنگی ایران کار می کند. کار او در اینجا خدماتی است. او کارهای بازسازی و نگهداری از این مکان را بر عهده دارد. کلیسا قلب این روستاست. روستا و روستاییان مانند حلقه های زنجیری به یکدیگر گره خوردند. این صومعه محل زیارت مسیحیان ارمنی ارتدوکس است. ارامنه از سراسر جهان در اینجا گرد هم می آیند تا سالگرد شهادت سنت تادئوس را جشن بگیرند. این یک مراسم سه‌روزه است. غسل، تعمید، برکت، عروسی و راهپیمایی در اطراف کلیسا. آنها یک بره هم قربانی می کنند. مردم این روستا بیشتر دامدار هستند و بیشتر آنها از نگهداری گوسفند امرار معاش می کنند. زنان در این روستا در کنار مردان کار می کنند. حتی نان هم در این روستا با آرد گندمی که از همین منطقه است درست می شود. در حالی که توده البرز در سراسر شمال ایران امتداد دارد، کوههای زاگرس از غرب مرز طبیعی با عراق را تشکیل می دهند. این قله های صخره‌ای و دره های دور افتاده خانه ولایت کردستان ایران است. کردها بعد از ترک های آذربایجانی دومین اقلیت بزرگ ایران هستند. این منطقه هویت فرهنگی و سیاسی خاص خود را دارد که تا حدودی مدیون جغرافیای منزوی آن است. روستاها در میان کوه‌ها پراکنده اند و طبیعتی بکر تا چشم کار می کند. این ولایت به خاطر جنگل‌هایش شناخته می شود. یکی از بزرگترین جنگل‌های ایران که پس از جنگل‌های دریای خزر در رتبه دوم قرار دارد.
خاک حاصل خیز به حفظ انبوهی از درختان بلوط، درختان میوه و چوبهای گرانبها کمک می کند. محیطی منحصر به فرد که به تولد یک سنت قدیمی کمک کرد. در گذشته این سازها از چوبهای مرغوب محلی ساخته می شدند. موسیقی و آواز سنتهای قدیمی را حفظ می کنند و خود موسیقی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. رحمت آلات موسیقی را با استفاده از بهترین مواد طبیعی می سازد و تعمیر می کند. هر منطقه‌ای سبک موسیقی خاص خود را دارد.